آخرین شعله های آتش سوزی مرگباری که در ساعات اولیه دیروز چهارشنبه یک برج مسکونی در لندن را به کام خود کشید، اکنون فرو نشانده شده است. شماره تلفات این آتش سوزی تا به حال 17 کشته و 10 زخمی گزارش شده است که وضعیت بعضی از آنها وخیم است. همچنین هنوز وضعیت عده‌ای از ساکنان روشن نیست که این هر دو میتواند به افزایش شماره تلفات بینجامد. مسعود ملک گزارش میدهد. رئیس اداره آتش نشانی لندن میگوید تلاش آتش نشانان اکنون که آخرین شعله های آتش سوزی در ساختمان مسکونی 24 طبقه در غرب پایتخت بریتانیا را فرو نشاندند، تمرکز عملیات بر جستجو برای نجات ساکنانی خواهد بود که اطلاعی از وضعیتشان در دست نیست. دنی کاتن اما تاکید کرد متاسفانه ما اکنون انتظار نداریم کسی را زنده پیدا کنیم. دامنه و حرارت ناشی از آتش سوزی به قدری بوده که اگر کسی جان سالم از اون به در برده باشه واقعا یه معجزه خواهد بود. 17 کشته و 10 زخمی آخرین آماری است که مسئولان به طور رسمی منتشر کردند. هرچند وضعیت وخیم بعضی از آسیب دیدگان و شمار افرادی که اطلاعی از آنها در دست نیست، به منزله آن تلقی می شود که احتمالاً بر شمار قربانیان افزوده خواهد شد. شدت و دامنه آتش سوزی اما به صدها آتش نشانی که بیش از 24 ساعت گذشته را به تلاش برای فرو نشاندن شعله های آتش گذراندند آسیبی نزد و به گفته رئیس اداره آتش نشانی لندن تنها 9 نفر بر اثر تنفس دود و گرمازدگی آسیب جزئی دیدند. دنی کاتن اما میگوید اثرات روانی بر آتش نشانان قابل ملاحظه است. آنچه مرا از اینجا به بعد نگران میکنه اثرات روحیه. بسیاری از آتش نشانان من دیروز شاهد صحنه هایی بودند که هرگز با آن مواجه نشده بودند و در اکثر اونها اضطراب به چشم میخوره، چون میدونستن هنوز افرادی داخل ساختمانن و به رغم تلاش و مبارزه با حرارت زیاد نمیتونستن خود رو به اونها برسونن. هنوز مشخص نیست آتش سوزی مرگبار در برج مسکونی لندن از کجا و چگونه آغاز شد. هنوز خیلی زوده درباره علت آتش سوزی شروع به گمان زنی کنیم. تیم تحقیقاتی من که افراد بسیار کارکشته‌ای هستند با پلیس به داخل ساختمان رفتند و از واحدی که آتش سوزی از اونجا شروع شده عکس برداری و نمونه برداری کردند که روند معمول در تحقیقاته. مرکزی که برای کمک به آسیب دیدگان آتش سوزی دایر شده، کلیساها و مساجد محلی به قدری از کمک‌های مردمی از آب و غذا گرفته تا کفش و لباس برای ساکنانی که همه چیزشان را در آتش سوزی از دست دادند پر و اشباع شده که مسئولان از پذیرش کمک‌های بیشتر خودداری می‌کنند. و در نزدیکی محل فاجعه آتش سوزی آسیب دیدگان می‌توانند غذای رایگان دریافت کنند.